خب این جلسه میخوایم در واقع جلسه آخر، چهار درس آخر، تقریبا کل پیانو رو چه دست راست چه دست چپ رو با هم رفتیم جلو. خیلی چیزا رو تو دست چپ یاد گرفتیم، تو دست راست یاد گرفتیم. حالا میخوایم یه سری از آکوردها رو حالا با هم ادغام کنیم که میشه حرفه‌ای تر موزیکمون. بعد یه سری از نوت‌های دست راست، حالا حرکتایی که هست، تریوله، تریب، اینجور چیزا رو انجام بدیم. یه جمع‌بندی کنیم که انشالله تو این درس 17 و 18 و 19 و 20 میگم 4 درس آخر دیگه کلن یه پکیجی باشه از تمام چیزایی که یاد گرفتیم. خب یه دوره کوچولو اگه بخوایم بکنیم، خب ما انگوش گذاری ها رو یاد گرفتیم، دست چپ به چه صورت، دست راست به چه صورت، به این صورت که نه خیلی بالا باشه نه خیلی پایین باشه، انگار یه چیزی مثل آجر رو دستمونه سنگینی میکنه که ما ببینیم انگوشامون نپره بالا. مهمترین بود. خب بعد آکوردهای متنوع یاد گرفتیم، 4/4، 3/4، 8/8، 8/8 برگشت. بعد تو دست راست مخصوصا اینجوری زدن، نوتای تریوله، چنگ، دولا چنگ، اینا رو یاد گرفتیم. بعدش دیگه کار با پدال یاد گرفتیم. حالا تقریبا الان تو بعضی از آهنگا به نشون میدم تقریبا به چه صورت میتونیم با پدال بیشتر کار کنیم. دیگه یه خود مثلا از بدای نوازی میخوایم آخرش بگیم. بعد آکوردهای پایانی یک گیتار ببین، مثلا یک آهنگ رو با دفعه پیش نمونه‌ای که برات زدم، تقریبا مثلا این الان مثلا آهنگ ایرلندیه. خب حالا میارم نگاه کن ببین، مثلا یه سرکلید داره دیزه، آکوردش هم هشتایی بازه. خب بعد سه تا آکورد داره، میمینور، لامینور، سی ماژور، ولی اینو من میتونم متنوع بزنم. حالا با توجه به این نوتایی که مونده، حالا به نوتای سفیدی که مونده تا آکورد بعدی، ببین آرپش به این صورته. ببین الان گفته میمینه، ما میمینه رو میدهیم تا برسیم به آکورد بعدی. ببین آکورد بعدی لامیناره، اینجا زود یه بار پامون رو پدال ور میداریم میزنیم، پدال موقع پا رو ور میداریم میزنیم که به آکورد بعدی برسیم. به اصلا یه تنفسی به پیانو ما میدیم. خب مثلا حالا یه تیکش رو بخوایم انجام بدیم، ببین مثلا اونجا سرکلید رو گفته، سرکلید دیز هم از کجا ببین، وسطش یه مربعه، مربع رو میگیریم ببینیم رو خط چندم، رو خط پنجم، یعنی چی؟ فا دیزه. پس کلا تو این آهنگ فا دیزه. ما تو انا مثلا همون ترکیب آکوردها رو میخوام بهت بگم. خودش گفته هشتایی باز، هشتایی باز چجوری بود؟ اینجوری بود. این هشتایی بازه. ما میتونیم یه خود حرفه‌ای‌تر کار کنیم، یه جاهای به نسبت سلیقه و نوازندگی خودمون یهو بیایم چهارتایی بازش کنیم، بعد ببینیم موقعیتش باشه یا نباشه. اینجوری هم نمیشه هر آهنگ رو انجام داد، ولی الان کلا میخوایم تقریبا تکنیک‌ها رو روی این آهنگ پیاده کنیم به چه صورت هستش. خب ببین بعضی از آهنگا اگه مثلا بهت نگفت هشتایی، ببین خودش 4/4. خب 4 تا ضربه تو میزان داری، حالا سیاه سفیده. خب به نسبت اون ببین تا آکورد، اگه اینجا یه آکورد دیگه بود، پس ببین هشتایی دیگه هشتایی تمام میشد، میرسیدی به آکورد بعدی. مثلا اینجا یه آکورد بود، خب اینجا میدونستی 4 تایی، از اینم میتونی بفهمی. اگه زود آکورد عوض میشد، بدون که هشتایی پسست. چرا؟ چون بعد فرصت داشته باشه دیگه. چرا؟ نگاه 1 2 3 4 5 6 7 8، اینجا تمام میشه دیگه. خب 8 رو پس میزنه، دوباره اینجا نگاه که 1 2 3 4 5 6 7 8، میبینی میزانم پس شمارشش نشون میده به چه صورت. خب اما مثلا میمینو رو گفته اینجا رو بزن، اول هشتایی اومدم وسطش یه شد چارتایی، وقت داشتم. چرا؟ چون اینجا یه سکوت داشتم، بعد حالا نوت سفیدم هم بود. خب میبینیم پس میتونیم یه تقریبا همچین کارهایی انجام بدیم دیگه. اون شگرده پیانویی که بتونیم یه های آکورد رو ادغام کنیم با آکورد بعدی. خب حالا این از این
تیکه که بهت گفتم چجوری پس میتونیم اقدام کنیم. یه ها ببین، اولش هشتایی زدم، وسطش چارتایش کردم. خب اما یه چیزی راجع به آرپش بهت بگم. ببین آرپش به خودی خود مثلا الان تو همین آهنگه، ببین اولش خب بزنیم ببینیم، حالا بعد آرپش تو هر آهنگی نمیتونی بزنی، اولش رو یه خط اول بزن ببین اصلا قشنگ میشه یا نه. ببین الان مثلا این آهنگو من میخوام اولش رو با آرپش بزنم. آرپش فقط اول دست راست نوتو میزنی، بعد آرپش می مینور خودش آکوردش می میناره. شروع کنم بزنم ببین. مثلا آرپش بهش نمیاد، میدی چرا؟ من هی اومدم به حتی خط دوم خط سوم، چون تقریبا به هم چسبیده است، ملودی تو میزان میفته، ملودی میده توی یه میزان دیگه، به خاطر همینه. پس خیلی از آهنگا رو با آرپش اول آهنگو یه خطشو بزن، آرپشش هم از کجا میفهمی؟ ببین با می مینور شروع شده، پس اولین آکورد میبینی با این شروع میشه. یه واقعا مثلا ازت پرسن گام آهنگ چیه، تقریبا تو شاید بگم تو اکثر موارد، تو حالا 80% موسیقی کلاسیک ایرانی آکاردی که باهاش شروع میشه مثلا گام این، مثلا این با می مینور شروع شده، مثلا به اصطلاح بعد نوتای تشکیل دهنده هم ببینیم به چه صورته. مثلا میگیم که مثلا یه آهنگ ایرلندی تو گام می مینوره، مثلا اول آکورد می مینوره، خب به این صورت. اینم میتونی پس تشخیص بدی چجوری. اما تکنیک آرپش رو بهت گفتم چجوریه، دست چپ و راست با هم میرن جلو عقب. بینش ببین تو بعد بداهه نوازی که میگم باید حس ذات ملودی داشته باشی، ملودی بسازه. ملودی ساختن چجوریه؟ ببین مثلا با هم آکورد نشرال طبیعی میریم، مثلا لا مینور، فا مژور، سول مژور، می مینور، چهار تا آرپش داریم، خب چهار تا آکورد داریم. من ملودی رو میام چیکار میکنم؟ اولش که لا میناره میزنم آرپژمو، بعد میخوام بیام روفا. این فاصله ای که تا بیام روفا میام یه با نوتایی که دارم، مثلا ببین اینجا لا دارم، سول دارم، فا دارم، نوتای قبل و بعد دارم، با اینا میام بازی میکنم، به اصطلاح یه چند تا میزنم روشون. این تقریبا یه ملودی به هم میده. بعد میرم سراغ آکورد بعدی، مثلا میرم سراغ سول، بعد با سول میزنم، دوباره با سول و فا دارم، بعد میام رومی تمام میشه. بعد میام تمام میشه. دفعه پیش بهت گفتم میتونی دوبلش کنی، میتونی تریپلش کنی، تریولش کنی. ببینی اینجوری پس میتونیم این کارا رو انجام بدیم. خب ببین مثلا همون آرپژا نگاه، تنوع آرپژا رو با ملودیایی که بین نوت ها هست میتونیم استفاده کنیم. اما خب نکته دیگه داریم، یه مرور میکنیم کل چیزایی که بهت یاد دادم. پس حالا این آهنگ مثال زدن همه چی توش رو یاد گرفتیم، دیز و بمول و بکار و اینا رو یاد گرفتیم به چه صورته. بعد این مثلا بذار من تو نوت ها واسه چیزی رو نگاه کنم ببینم از قبل بهت گفتم نگفتم چجوریه. ببین مثلا این آهنگ بارانه عشق،
آکوردش هشتاییه. ببین اینجا سکوته سکوته سکوته، بعد ببین نوتای کوچیک رو بهش میگیم زینت. زینت نوتیه که از قبل، ببین نوت زینتش می لا، نوت اصلیمون دوه. خب این برای اینکه قشنگ تشه، قبلش دو تا نوت رو ببین به صورت زینت میگیم، اسمش زینت دلار. حالا ببینی اینجا دو تاست، اینجا باز زینت، اینجا زینت ستاییه. ببین زینت به این صورت خیلی سریع بعد اجرا میشه. ببین میبینی؟ میبینی؟ خیلی سریع باید بزنی به نسبت همون دالو چنگش، باید بزنی به نوت برسه. مثلا اینجا میلا دوه، ببین پس اینو یاد باشه. حالا آکوردار رو نگاه کن، مثلا میتونه یه آکورد متنوع هم باشه. ببین آکورد هشتایی که میزنیم، هشتایی باز بود، هشتایی رفت و برگشت بود. خب خود آهنگ ببین تو نگاه کنی، این یه دونه تکرار شده، یه دونه دیگه تکرار شده. بعد نگاه کن خود آکورد میره بالا میاد پایین، آکوردی که به این صورت میره بالا میاد پایین تقریبا میده آکوردی که داره باش بازی میشه. پس آکورد سختری هم هست. خب مثلا آکورد چینه، حرکت آکورد هست بالا پایینش به ما نشون میده که آکوردمون به چه صورته. خب ببین مثلا این آهنگ عارف، آهنگ همون بگذر زمنش. خب ببین به چه صورته. حالا بعض از آهنگا ببین یه موزیک دارن، اولش وسطش خواننده است، بعد دوباره موزیکی. ببینی مثلا اینجا شعر نوشته، اینجا وکالش میشه، بعد دوباره میبینی موزیک نوشته، موزیکش میشه. بعد الان نگاه کن، باز میبینی مثلا با سه چهارم میمینور شروع شده، همینجوری رفته به این صورت. خب مثلا میخوای یه تیکه موزیکش، یه تیکه اولش رو بزنی، اینو میتونی مثلا ادغامش کنی. ببین مثلا آکورد سه چهارم رفت و برگشت، سه چهارم چجوری بود؟ اینجوری بود، یک دو سه، حالا رفت و برگشت. این نیست، سه چهارم رفت و برگشت. پس آکورد سه چهارم رفت و برگشت ما میتونیم مثلا جایی که ببین مثلا سه ضربه نقطه سیاه سفید نقطه داره سه ضربه، میتونیم یه جورایی آکوردمون رو بیشتر طولانی ترش کنیم، خوشگل تر شه. ببین مثلا همین آهنگ رو اولش رو نگاه کنیم به چه صورته. الان دیگه فهم میخوام به دستا، به اون تکنیکا نگاه کنیم، چون همه رو بلدی. ببینیم که به چه صورته. ببین اولش رو سه چهارم میاد، بعد وسطش دیگه به استرس سلیقه است. خب میتونم وقت داشتم درست سه چهارم، میتونم یه سکوتی به آهنگ بدم خودم، یهو چهار چهارمش کنم خوشگلشه، نه همه جاشو یهو یه میزانم. پس این میشه تکنیک نوازندگی، آهنگ هر آکوردی هست تو بتونی یه آکورد دیگه بهش اضافه کنی. اینم بدون پیانو زدن هنرت به اینه که همیشه مثلا میگه سه چهارم، الان نگاه کنیم میگه چهار چهارم، یا این آهنگ باران عشق میگه هشتایی. خب دیگه از اول تا آخر تو موظفی، خودش گفته مثلا هشتایی بزن، هشتایی بزن، ولی دیگه هنر تو بتونی وقت کنی وسطش یه شگرد دیگه کاری بکنی، یه سلیقه به خش بدی، یه ها فضا رو عوض کنی. خب چون همش هشتایی بزنی ذهن خسته میشه، مخاطب خسته میشه، پس خود میتونی یه جابجایی انجام بده. مثلا اینو نگاه کن، اول اولش موزیکه، میخوام موزیکو بزنم با سه چهارمش میرم جلو، بعد که میخواد شروع بشه یه ها چهار چهارم میتونم انجام بدم.
اومدم یه ها آخرش رو چون فرصت داشتم اتحاد بود دیدی چه قشنگ شد اومدم شیشتایش کردم. یا پس سلیقه است، به حس خودت بستگی داره، به حس زدنت بستگی داره که بتونی کی استفاده کنی. خب حالا بریم تیکه دومش. چهارم بود دیدی باز آخرش اومدم میو زدم اومدم شیشتایش کردم. پس هنر نوازندگی توه، قرار نیست یا هنگو همیشه با سه چهارم بریم جلو، وسطاش هنرمون باشه میتونیم تغییر بدیم. خب بریم سراغ نکته بعدیمون. این اینجا باشه ببین. خب یه توضیح بدم راجع به آکوردهای پایینی. ببین مثلا تو یه آهنگو داری سه چهارم میزنی، چهار چهارم میزنی، هرچی هشتایی باز میزنی، هر کدوم رو زدی آخرش برای که خوشگتشه به صورت آرپژی تمامش کن. خب که قشن بفهمن آدمایی که دارن گوش میدن، مخاطبت داره گوش میده یا خود داری میزنی، بفهمی که آهنگ داره تمام میشه، پس بعد خوشگلتر تمامش کنی. ببین مثلا من یه تیکه کوچولو میزنم، ببین آخرش یه تمام میشه آکوردو تقریبا دیگه آکوردم مثلا چنگ باشه میام سیاهش میکنم، میرم جلوتر وا میستم، یه خود لفتش میدم، آرومتر میزنم. به این تکنیکا توجه کن. ببین آخرش چجوری تمام میشه. پس ببین آکوردهای پایانی یک قطعه را، حالا هر چی بود، کلاسیک گرامی فرق نداره، باید طوری تمام کنیم که مخاطب یا خود بفهمی که داره تمام میشه. دیگه با هم آکورد هشته تمامش نکنیم، خوب نیست. چنگ باشه. پس قرار نیست با هشتایی که شروع کردیم با شیشتایی با سه چهارم هر چقدر مثلا قطعه رو زدیم با همونم با همه آکورد تمام کنیم، چون خوب نمیشه. آخرش باید یه تکنیکی بزنیم، میتونی چنگش کنیم، میتونی به صورت آرپژی بیای.
اینجوری مثلا بیای تمومش کنی، پس بعد آهن خوشگل تموم بشه. حالا یه چیز دیگه هست ببین، به نام بداهه نوازی، بستگی داره به اون حس ملودیت. پای ساز بشینی یه ملودی در بیاری، حالا یه آهنگی در بیاری. خب مثلا اینم به این صورتی که ببین شگرد یا تدریس خاصی نداره، انقدر باید با این به قول نوتا دکمه پیانو کار کنی یه ملودی در بیاری، ولی رو اصول باشه، یعنی اینکه با هم ترکیب بتونن بشن خوب، یه ملودی مشخص داشته باشن، یهو یکی اینجا نباشه یکی بره اینجا، مشخص باشه تو چه اکتاوی باشه، کجا حرکت میکنه، به چه صورت باشه، آکورداتو بهش بخورونی. خب مثلا ما لا میزنیم، با لا میخوایم شروع کنیم، پس طبیعتا آکوردی که بهش بخوره میتونه لا مینور باشه یکیش. خب اینا باید با هم ربط داشته باشه، یا نمیتونیم بریم لا فا بگیریم، یا مثلا ملودی با لا بزنیم یا بریم آکورد سول بگیریم، خب نمیتونه همخونیاش خوشگل، بعضی موقعا نمیشه. ملودی زدن یا بداهه نوازی زدن، ببین مثلا تو پای پیانو میشینی، مثلا سعی کن همیشه با یه آکورد شروع کنی، از اون آکورده که بلدی، هشتایی ها، چارتایی ها، شیشتایی، سه چارون. خب مثلا من میخوام با یه آکورد هشتایی شروع کنم، خب یا چارتایی شروع کنم، با همون میتونم یکی دو بار هی بزنم ببینم ملودی که میاد تو ذهنم چیه. ببین مثلا با می چار چارون بگیم، پس تو هم با می شروع کنی بزنن. خب آکورد کمکت میکنه اون لحن ملودی یادت باشه، یا اصلا یه بداهه خاصی بزنی یه چیزی شروع کنی بزنن، یا اگه اصلا دست چپ استفاده نکردی ببین میتونی همینجوری از نوتات استفاده کنی. ببینی هی باید بازی کنی باهاش تا یه چیز ملودی مشخص در بیاری. خب به این صورته. حالا مثلا ملودی که من مثلا خیلی وقت بیشتر آورده بودم، مثلا دقیقا با نوع آکوردم مشخص شده بود، آکوردم مثلا هشتایی رفت و برگشت میزدم، بعد اومدم با همین روش ساده با نوتا بازی کردم، به اصطلاح میگم بازی. بازی با نوتا میتونه یه ملودی بهت بده، حالا باید خوشگلتر باشه، قشنگترش کنی. همه توی محدود است ولی با هم ربط داره، به این صورت که آکوردم حتی بخواد عوض شه باز اینا به هم ربط داره، که بتونی از ربط ملودی بتونی آکوردتو پیدا کنی، بتونی یه آهنگ مشخص پیدا کنی. خب پس این بداهه نوازی هم میتونه تکنیکی باشه که تو بچرخی روی نوتات ببینی به چه صورت. خب ببین مثلا هشت رایش کنم، آکورد باز دیدی هشتایی شد، شیشتایی شد، پس میتونه تنوع داشته باشه. خب تقریبا تو این چیزایی که مثال زدم برای تقریبا تا تو این دو سه تا آهنگ دیگه کلیتش بهت گفتم چجوریه. باز بخوایم ببینیم که چیزی جا مونده از این مطالب، گفتیم انگوش گذاری، ترکیب، کار با پدال، آکوردها رو انواع اقسام بهت گفتیم، حالا زدیم ادغامشو که الان این دفعه باز بیشتر بهت گفتم، بداهه نوازی گفتم به چه صورت، آکورد پایانی میتونه آرپش باشه، چنگ باشه، خودت دیگه باید انجام بدی به چه صورت دیگه، انقدر باید بزنی که خودت انجام بدی. آکورد شناختنش هم میگم دیگه، حالا بعضی از آهنگا رو میتونی حالا پیدا نکردی هم من بپرسی، یا باز اگه تو خودش بود متنوع است، بعضی از آهنگا به آدم میگم که تو باید چجوری
بذاره. خب مثلا ببین مثلا این آهنگ رومو جولیت، خب ببین کلید سول کلید فا مثلا گفته سی و می بمون. خب ببین از تعداد ضرباش بشمار، ببین 1 2 3 4 5 6 7 8 تاست، میبینی این میزان تمام شد، دوباره 8 تاست. پس از این میتونی بفهمی 4 4 رو، بعد از این میتونی بفهمی 8 تا. حالا اینکه رفت و برگشت یا 8 تا بازه، از نوتای دست راست میفهمی. خب از اون نوتا میفهمی تعداد ضرباش به چه صورت تقسیم بندی کنی بفهمی، یعنی مثلا 8 تا بازه. خب حالا مثلا یه تیکش باشه، باز هشتایی باز من رفتم. خب یه جا به این ری که فرصت داشته میبینی این ری، خب این ری ببین چهار تا زیرش خالیه، اومدم چیکار کردم این چهار تا رو اومدم چهار تا یه باز دارم، آکورد هشتایی ها ولی فرصت دارم چون هنوز مونده به آهنگ بعدی. خب اینجا فقط مثلا میبینی یه سفید و چهار تا آکورد خورده، اینا دیگه پس دست خودت، میتونی از چه آکوردهای تنوع بدی تو نوازندگیت استفاده کنی و خوشگل ترش کنی. خب بعد دیگه تکنیکا رو اکثرا بهت گفتم چجوری دوبلو، گفتم یه نوت پایین یه نوت بالا یه اکتاف، حالا دوتا می دوتا فا. خب الان مثلا یه آهنگی که خودم هست حالا اونو میزنم ببینی که کلا دولا چنگه، بعد ببینی که کلا میتونی از این نوتا هم استفاده کنی، از دوبلش استفاده کنی. خب بعد تریاله ببین سه تا نوت برمو تریبل، خب حالا تریب تکنیکاشی که باز آکورد میتونی چنگ بزنی. خب حالا الان مثلا توی این آهنگ بخوای دوب بزنی، ببین ببین الان دقیقا توی این آهنگ فکر کنم کل این مطالب 20 جلسه رو من بگم، پدال قشنگ دارم هی بالا پایین میکنم، از قطع و وصلش میتونی بفهمی، بعد نوتا دولا چنگ دست چپ دست راست، ببین چقدر سریع داره میزنی. میزد این داشت چنگ میزد، پس ببین سرعت ها متنوع است و کار با پدال، این یعنی الان پکیج کاملی بود که میشد خیلی چیزا رو گفتوش. خب دیگه فکر نکنم چیزی مونده باشه، تقریبا همه چیزو گفتم، فقط مونده که خوب کار کنی هر روز، حالا با اون کتاب های مثل بیر با مثل گلچینی که اون سری بهت گفتم کار کنی که بیشتر دستت روی نوتا را بیافته، بعد رو نوازندگیت، رو آکورد زدنت، بعد دیگه خودت میتونی همون بدای نوازی رو انجام بدی. ببین به چه صورت میتونی با یه آکورد شروع کنی، thank you.
با یه آکورد دوتا رو شروع کنید که بعد قشنگ اون نکته بدای نوازی یا ملودی هم بیاد تو ذهنت. خب 20 جلسه‌مون تموم شد، خیلی چیزا رو یاد گرفتیم، تکنیکا رو یاد گرفتیم، ولی خب دیگه بقیهش حالا با این چیزی که من یاد دادم میگم بس فقط به تمرینت میمونه. اگه روزی نیم ساعت تمرین کنه، حتی من به هنرجوهایی که میان اینجا بهشون میگم روزی نیم ساعت کار کنن، خیلی زودتر راه میافتن، چون انقدر دست روی پیانو راه میافته، حرکت میکنه، راست چپ پدال پا اینجور چیزا، همه اینا با هم یه پکیجی میشه که میتونی قشنگ این تکنیک ها رو بزنی و انجام بدی. انشالله که تو این 20 جلسه تونسته باشم اون مطالبی که حالا من در نظرت گفته باشم یاد گرفته باشی. حالا باز اگه نکته سوالی باز چیزی بود با آموزشگاه در میون بذار، حالا باز من بتونم حتما کمکت میکنم، و حالا آهنگی چیزی بخوای برات بفرستیم یا عکس بگیریم باز برات توضیح بدیم، یا اینکه اگه خود بزنیم میتونیم بگیری بزنی فیلمتو بفرستی ببینیم اگر نکته چیزی اشتباهی هست نیست انجام بدیم. دیگه اینکه همین، ایشالا که به زودی آهنگای خیلی خوشگل، حالا هرچی هست، ایرانی کلاسیک هرچی هست رو بتونی بزنی. خسته نباشید.